حاکمیت ترس در میان مردم افغانستان هستند. از جهت دیگر روشن شد که زبان گفتگو و دیپلماسی برای طالبا یک اصطلاح ناآشنا و غیر قابل درک است. بنابراین پیشنهاد ما برای سازمان ملل متحد ای است که در نشست‌های بعدی خود مخصوصاً در نشست آینده شورای امنیت در مورد مسئله افغانستان موقف گیری صادقانه و واقع گرایانه داشته باشد. راه حل رجوع به مردم و نمایندگان بر حق مردم افغانستان است. راه حل انتقال قدرت به ملت و مردم و ایجاد نظام و حاکمیت از طریق اراده مردم است. حداقل برای نشست دوحه میتونه این باشه که بر سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان تفهیم شد که طالبان در پی محل موزن افغانستان نبود، در تلاش تداوم قدرت نامشروع خود از طریق ظلم، بربریت، تجاوز و حاکمیت ترس در میان مردم افغانستان هستند. از جهت دیگر روشن شد که زبان گفتگو و دیپلماسی برای طالبا یک اصطلاح ناآشنا و غیر قابل درک است. بنابراین پیشنهاد ما برای سازمان ملل متحد ای است که در نشست‌های بعدی خود مخصوصاً در نشست آینده شورای امنیت در مورد مسئله افغانستان موقف گیری صادقانه و واقع گرایانه داشته باشد. راه حل رجوع به مردم و نمایندگان بر حق مردم افغانستان است. راه حل انتقال قدرت به ملت و مردم و ایجاد نظام و حاکمیت از طریق اراده مردم است. حداقل برای نشست دوحه میتونه این باشه که بر سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان تفهیم شد که طالبان در پی محل موزن افغانستان نبود، در تلاش تداوم قدرت نامشروع خود از طریق ظلم، بربریت، تجاوز و حاکمیت ترس در میان مردم افغانستان هستند. از جهت دیگر روشن شد که زبان گفتگو و دیپلماسی برای طالبا یک اصطلاح ناآشنا و غیر قابل درک است. بنابراین پیشنهاد ما برای سازمان ملل متحد ای است که در نشست‌های بعدی خود مخصوصاً در نشست آینده شورای امنیت در مورد مسئله افغانستان موقف گیری صادقانه و واقع گرایانه داشته باشد. راه حل رجوع به مردم و نمایندگان بر حق مردم افغانستان است. راه حل انتقال قدرت به ملت و مردم و ایجاد نظام و حاکمیت از طریق اراده مردم است. 30 سال است که مردم بیدفاع ما حسیر حاکمان تروریست و عامیان بین المللیشان بسر میبرند. بدبختانه نظامیان ما سلاخی شده و همچنان اپارتاید جنسیتی رسمن جریان داره. بدبختانه نهادهای بین المللی مردم آواره و زنان معترض را نادیده گرفته و در قبال ما و کشور ما در درهای بسته که بی نتیجه بس می نماین. 30 سال است که در دوهی در ناستی چخه منصرف شد، ولی دوی دوه نمایندگان چې د وحشت د خلکو د مړه کولو د خلکو د وژلو اساس او سمبول دی، د نماینده ګۍ په توګه باندې دوهې د ناستې دپاره لیږلي دي چې موږ په هیڅ ډول داسې پروژهیي نمایندګان نه غواړو. که طالبان از حضور در نشست دوحه منصرف شدند، اما دو نماینده زن و مدنی سراج و فیض محمد زالان که با تمام معنا و عامل و سمبول و وحشت و دهشت و قتل و کشتار مردم هستند را آنجا فرستادند و ما تحت هیچ شرایط چنین نماینده های پروژه‌ای و دستگاه اجیر طالب را نمی خواهیم. محمد زالان نماینده واقعی طالبان و عامل عملی تروریستی به دانشکده اداره و پلیسی آمد و دانشکده حقوق دانشگاه کابل، راهید و همسنفیانش و غلط شدن چندین دانشجو. امروز تصویر او را که نگاه مرموز داشت به عنوان نماینده جامعه مدنی افغانستان دیدم و متعجب شدم. او از کدام آدرس وارد این حلقه پنج نفره شده است و نماینده کدام نهاد مدنی است؟ او کی و کجا فعالیت های مدنی داشته است؟ اینها مسائل است که انسان را به شک می اندازد و بی‌باور می سازد نسبت به چنین اجلاس. طالبان که گفته بودند
در این اجلاس شرکت نمی کنیم و ما باید و صرفاً نماینده عام تام افغانستان باشیم. حالا می بینیم که هستند و حضور دارند و من یقین می دانم که صدای طالبان در اجلاس دوحه بلند است و شنیده می شود و مطالبات طالبان به صورت پررنگ در این اجلاس از زبان دو نماینده زن و مدنی افغانستان مطرح خواهد شد و این صداها را باید در کنار عامیان بین المللی طالبان قرار داد تا فهمیده شود که مردم افغانستان چقدر مظلوم و بی صدا هستند و صدای طالبان چقدر بلند و رسا می باشد. ما زنان افغانستان از شرکت کنندگان نشست دوحه می خواهیم که در ریزنی های خود پیرامون مسائل افغانستان زنان این کشور را فراموش نکنند و نگذارند که حقوق زنان و دختران کشور از بین برود. بهتر است که شرکت کنندگان این نشست راهکارهایی را در نظر بگیرد که در آن حقوق زنان و دختران تضمین شود. بخشی از زنان معترض به این نظر هستند که زمانی که نشست دوحه برگزار می شد و برای ما و بخشی از زنان معترض جای پرسش بود که چرا جهان با گروه تروریستی را با این نشست های بین المللی دعوت می کنه و این گروه تروریستی را جنایتشان که به سر مردم افغانستان انجام دادن نادیده می گیرن و این بحث ما بود که ما با گروه تروریستی نشست برگزار نمی کنیم و این از دیدگاه بخشی از زنان معترض محکوم بود این نشست، چرا که گروه تروریستی در این نشست حضور دارن و جهانم شاهد هست که امروزه طالبا محکوم به جنایت علیه بشریت هستند و باورمند هستند که در این دنیای قرن 21 و دنیایی که باورمند بهی هست که حق زن حق بشریت هست، اما تاسف‌بار است که امروزه در افغانستان اپارتاید جنسیتی جاری هست و زن به عنوان یک انسان برایش دیده نمیشه و در تمام عیار در خشونت قرار داره و تماما از جامعه حذف شده و اگر در جامعه وجود داره اختطاف میشه. این عملا ظلم و ستم است برای مردم افغانستان و ای که این گروهی که مردم به گروگان گرفته چگونه جهان از این گروه میزبانی میکنه و اینها را دعوت میکنه، برای ما جای سوال هست و پرسش هست که چرا جهان با مردم افغانستان بازی های سیاسی را انجام میدن و ما دیدیم و شاهد بودیم که طالبا به این نشست به این گفتگو حاضر نشدن، چرا که طالب شرمنده اعمال خود هسته و نمیخواه که در این نشست ها حضور پیدا کنه، چرا که محکوم است به جنایت علیه بشریت و ما خیلی خوشبین هستیم و ای که این گروه شرکت نکردن در این نشست و این یک صدای شد و یک بیان شد که به جهانم ببینه که طالب اهل گفتگو نیست و طالب حاضر نیست که به ارزش های قانون و حقوق بین المللی حق قائل باشه. افغانستان از جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری و کشورهای عادل میخواهیم که جرایم جدی بشری و آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسند و منیجر صدیقی که یکی از زنان مترید می باشد از شندین ما پینسو در زیر ظلم شکنجه طالبان به سر می برد را آزاد نمایید. اصلی زنان مقتدر افغانستان امروز علنا نمایت خود را تحت یک برنامه از خانم جولیا پارسی و دکتر ندا پروانی اعلان نمودند.
از سازمان ملل و جامعه جانی خواهان رهایی جولیا پارسی و دکتر نیدا پروانی هستیم. جولیا تنها نیست. لطفاً جولیا و دکتر نیدا پروانی را آزاد سازید. آنها مجرم نیست. ما زنان گروپ اتحاد همبستگی زنان افغانستان و نمایندگی از تعداد کثیر زنان در یک مکان هسته حاضر شدیم، خواستیم در برابر واکنش تند و بسیار شدیدی که طالبا در مقابل از بین بردن چادری واکنش نشان دادند و تک تک معترضین هم می پالند و میخوان اونا را دستگیر کنند، خواستیم به جهانیان این پیام خود برسانیم که ما زنای افغان در جامعه سنتی پرورش شدیم و با مسلمان هستیم، شکر با پوشش اسلامی هیچ گونه مشکل نداریم. دادخواهی های ما فقط به دست آوردن حقش، حق فردی و حق اجتماعی و حق اسلامی ما بوده که همون تحصیل و کار و آموزش است. و خواستیم ای را به جهانیان به ثبات برسانیم که ولو که در تعقیب هم هستیم، ولو که در شرایط بسیار بد امنیتی هم قرار داریم، ما دست از دادخواهی های خود بر نمیداریم تا به حقوق خود نرسیم. ما باز هم در مکان بسته جمع شدیم تا صدای عدالت خواهی بلند کنیم، تا ای که بفهمانیم که چرا اینقدر واکنش تند در مقابل زنهای معترض. زنهای معترض غیر از نان، آموزش و کار چیز دیگه نخواستند. اعتراض حق هر شهروند است، اما اینا با صورت کوب ساختنشان، اینا با دستگیری تمنا و پروانه اینا ثابت ساختن که آزادی بیان کاملا نقص است و زن هیچ جایگاهی در افغانستان نداره. اینا باید هرچی عاجلتر تمنا و پروانه را آزاد بسازن. حیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید نشست‌های سازمانیافته به گونه جادویی گروه طالبان را وادار بر رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان نمی‌کند. او این مطلب را امروز با نشر مطلبی در صفحه اجتماعی اکس بیان کرده است. مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر نوشته است سوء استفاده های طالبان از قدرت باید جرم پنداشته شود. حیدربار تاکید کرده طالبان باید در برابر نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در برابر مردم افغانستان و جهان پاسخگو باشند. کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه گفته سیاست های تبعیض آمیز طالبان علیه زنان و دختران افغانستان ممکن است به آزار و اذیت جنسیتی تبدیل شود که در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی روم به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است. این کمیته گفته است تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان و دختران به شدت اصول اساسی مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض می کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعلامیه کمیته فوق استقبال کرده است. بنت امروز در صفحه اجتماعی اکس خود نوشته است این کمیته سیاست های زن ستیزانه گروه طالبان را محکوم می کند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به تازگی گفته است زنان و دختران افغانستان باید به گونه معنادار در همه حوزه‌های زندگی کشورشان حضور مؤثر داشته باشند. گوترش گفته است ممنوعیت زنان و دختران افغانستان از آموزش و کار توسط گروه طالبان اقدام ظالمانه است. او همچنان خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده بر زندگی زنان و دختران افغانستان شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به تازگی گفته است دستور اخیر والی گروه طالبان در قندهار مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری در این ولایت اقدام غیر قانونی و به شدت عقب‌گرایانه است و باعث تشدید محدودیت آزادی بیان می شود. در مکتوب منتشر شده با امضای ملاشیرین آمده است که تصویربرداری از زندجان مجاز نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است چون این اقدام موجب خودسانسوری و کاهش قابل ملاحظه دسترسی رسانه ها به اطلاعات در این ولایت می شود.
جک مکن پسر ارشد جان مکن سناتور فقید آمریکایی و تازگی در صحبت با رسانه آشنای صدای آمریکا گفته است از جبهه مقاومت ملی افغانستان و اهداف آن به این دلیل حمایت میکند که این جبهه خواستار ایجاد دولت دموکراتیک و برابری طلب است که زنان در آن به کار و آموزش دسترسی خواهند داشت. مکین گفته است افغانستان زیر سلطه گروه طالبان با آینده تاریک مواجه است، زیرا این گروه در کنار اعمال سایر محدودیت ها نیمی از جمعیت آن کشور را از حق کار و آموزش محروم کرده است. این نظامی آمریکایی این پنداشت را که تنزیل دادن زنان به موقعیت شهروند درجه دوم با فرهنگ افغانستان همسو هست را رد کرده و گفته است محروم کردن زنان و دختران در افغانستان با ایدئولوژی طالبان نسبت مستقیم دارد. مکن تصریح کرده است که پالیسی سرکوب زنان توسط گروه طالبان در نهایت موجب شکلگیری مقاومت در برابر این گروه خواهد شد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است در آینده افغانستان تنها طالبان سهم ندارند و واشنگتن از همه شهروندان افغانستان از جمله زنان و دختران در شکل دهی آینده کشورشان حمایت میکند. او این اظهارات را دیروز در یک نشست خبری در واکنش به پرسشی درباره عدم اشتراک گروه طالبان در نشست نمایندگان ویژه کشورها در دوحه بیان کرده است. میلر گفته است از عدم اشتراک طالبان در نشست نمایندگان ویژه کشورها در دوحه متعجب نشده و این گروه اهداف متفاوت دارد. او افزوده است اهداف آمریکا سه چیز است که در نشست دوحه دنبال شده است: عدم فعالیت گروه‌های تروریستی افغانستان، ایجاد دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران از جمله این اهداف است. کارشناسان سازمان ملل در یک بیانیه مشترک با برجسته کردن وضعیت زنان و دختران در افغانستان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت شدند. آنان هشدار دادند در افغانستان فرمانها، سیاستها و عملکردهای طالبان یک سیستم نهادی نشده تبعیض، ستم و سلطه بر زنان و دختران را تشکیل می‌دهند که معادل آپارتاید جنسیتی است. کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردند که گروه طالبان تدوین آپارتاید جنسیتی را در حقوق بین المللی ضروری کرده، زیرا این کار به جامعه بین المللی اجازه می دهد تا حملات طالبان به حقوق زنان و دختران افغانستان را بهتر شناسایی و رسیدگی کند. محمد رضا بهرامی سفیر پیشین ایران برای افغانستان با اشاره به عدم پابندی طالبان به مواد توافقنامه آب رود هیرمند گفته است گروه طالبان با اصل مسئولیت پذیری بیگان است. او افزوده نحوه تعامل صورت گرفته توسط طالبان در نشست اخیر کمیساران آب هلمند نشان داد که این گروه اراده‌ای برای عمل به تعهد و توافقات رسمی ندارد. بهرامی این اظهارات را امروز در صفحه اجتماعی اکس خود نوشته است. منابع آگاه مردمی از ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان در صحبت با خبرگزاری مقاومت میگویند که طالبان در این ولسوالی یک افسر پلیس حکومت پیشین را تیرباران کردند. این افسر پلیس ذوالفقارخان برفکی نام داشت که دیروز از سوی نیروهای گروه طالبان به ضرب گلوله کشته شده است. منابع میگویند ذوالفقارخان در حکومت پیشین در فرماندهی امنیه ولایت جوزجان به حیث آمر ثبت قضایا در بخش مدیریت جنایی کار می‌کرده است. ما نماینده خدا اینجا نفرستادیم و نماینده ما اصلا حضور نداره. در حالی که دو نماینده طالبا اونجا حضور داشتن، محبوبه سراج سالیان سال به نام زنان افغانستان پروژه را فعالیت کرده و برای طالبا لابی گری کرده و فیض‌الله زالان که دستش به خون سرها هموطن و دانشجوی ما در دانشگاه کابل آغشته و دو نمایندهشان اونجا حضور داشتن. و من نمی‌فهمم به صفت کدام فعالین مدنی یا اونجا دعوت شده، چون که یا نماینده مردم افغانستان و زنان افغانستان اصلا نیست و بوده نمی‌تونند. زنان فیصله ار نشسته که در آن نماینده ما معترضین نه، بلکه ملگران و قاتلین دانشجویان دانشگاه مثل محبوب سراج و فیض‌الله زالان.
به طرفداری طالب حضور داشته باشند را هرگز تحت هیچ شرایطی نمیپذیریم. نه به نشستهای مملگر، نه به طالبان تروریست، طالبان را به رسمیت نشناسید. عدالت، عدالت، خسته ایم از جهالت. عدالت، عدالت، خسته ایم از اسارت. منیجه صدیقی را رها کنید. زنان افغانستان در گرو طالبان. زنان افغانستان در گرو طالبان. زنان و دختران افغانستان در زندان طالبان. در اسیر طالبان، در زندان طالبان، در اسارت طالبان. جیک و اوزبک، ما پیغام دارم. پیغام ما ای است که برادران و خواهران تاجیک و اوزبک، ما تجربه کردیم، تجربه خود را با شما شریک می سازیم. مناطق پشتون نشین از دست طالب وحشی و حیوان تباه و برباد شد. اقتصاد ما را، زندگی ما را، هر چیز ما را تباه و برباد کردن. نه دین دارن، نه مذهب دارن، نه انسانیت دارن، نه اخلاق دارن، نه کدام برنامه خیر دارن. مطلق وحشی هستن، حتی بدتر از وحشی هستن. پیغام با شما ای است، خال خال میبینم در بینتان طالبا ظهور میکنه، قبلا نبود. آل خال خال میبینم در برادران تاجیک و اوزبک. بیاین، اگر طالب خیر میداشت امروز پشتونها در آسمان میبود. بیاین ولایات ما را ببینین، مناطق ما را ببینین، مکاتب ما را ببینین، مساجد ما را ببینین، سرکهای ما را ببینین. ما همه جولیا هستیم. جولیا فارسی تنها نیست، 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 ما همه جولیا هستیم. لطفاً دکتر ندا پروانی و جولیا فارسی را آزاد سازید، آنها مجرم نیست. لطفاً دکتر ندا پروانی و جولیا فارسی را آزاد سازید، آنها مجرم نیست. جریان های سیاسی و نظامی ضد طالبان به شمول جبهه مقاومت ملی افغانستان در پیوند با برگزاری نشست دوحه دومین اعلامیه مشترک خود را نشر کردند. این اعلامیه که امروز نشر شده، در آن ارزیابی فریدون سندلی اغلو از وضعیت افغانستان به انتقاد گرفته شده و سطحی قلمداد گردیده است. جریان های سیاسی ضد طالبان گفتند نشست دوحه نیز بر اساس ارزیابی فریدون سندلی اغلو پیش رفته و بر ریشه های بحران نپرداخته است. جبهه های ضد طالبان گفتند که تأکید یک جانبه بر تعامل با طالبان نه تنها راهگشا نیست که بنبست را بزرگتر می سازد. مورگان مک‌گاروی عضو مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی در اظهاراتی گفته است طالبان یک گروه تروریستی است که شهروندان آمریکایی را به گروگان می گیرد. او خواهان آزادی بیدرنگ رایان کوربت، شهروند آمریکایی که فعلا در بازداشت طالبان به سر می‌برد شده است. او گفته طالبان با عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود و رایان کوربت را به طور غیرقانونی بازداشت کرده است. بنیاد شهید احمد شاه مسعود با انجمن علمی مطالعات صلح ایران در 3 ماه پسین 4 کارگاه آموزشی برگزار کرده است. این کارگاه‌های آموزشی در ماه‌های قوس
جدی و دلو سال روان خورشیدی به شیوه آنلاین برگزار شده است. مدرسین و استادان کارگاه‌های آموزشی، پروفسوران و استادان دانشگاه‌های کشورهای چین و ایران بودند. اشتراک کنندگان کارگاه‌ها نیز دانشجویان افغانستان در کشورهای ایران، جمهوری‌های آسیای میانه و سایر کشورها بودند. شمار زیادی از دانشجویان ایرانی نیز در کارگاه‌ها به گونه آنلاین حضور داشتند. کارگاه بین المللی روابط اقتصادی چین با آسیای مرکزی، رویکردها در قبال صلح و توسعه پایدار منطقه‌ای، کارگاه تفکر انتقادی، کارگاه روش پژوهش، کارگاه علمی صلح و سیاست عنوان‌های درسی این کارگاه‌ها بودند. منابع محلی از هرات به خبرگزاری مقاومت از تیرباران شدن مدیر یک مکتب خصوصی خبر می‌دهند. این رویداد حوالی ساعت 5 پس از چاشت دیروز در نزدیکی کوچه اتحاد منطقه قل اردوی شهر هرات رخ داده است. منابع میگویند دو فرد مسلح با لباس طالبان به مکتب خصوصی روشن ضمیران حمله کرده و مدیر این مکتب را در حالی که آموزگاران و دانش آموزان نیز حضور داشتند تیرباران کرده است. منابع مردمی از محل تایید میکنند که مهاجمان افراد وابسته به طالبان هستند و از سوی مقامات محلی این گروه در هرات حمایت میشوند. طالبان به ادامه محدودیت ها در برابر زنان و دختران این بار محدودیت تازه ای علیه دختران در قندهار وضع کرده و دختران بالاتر از سن 10 سال را از رفتن به مکتب ممنوع کردند. منابع محلی امروز از قندهار در تماس با خبرگزاری مقاومت میگویند گروه طالبان با صدور فرمان تازه دختران بالاتر از سن 10 سال را از رفتن به مکتب ممنوع کردند. این در حالی است که گروه تروریستی طالبان ظاهرا به دختران اجازه میداد تا صنف 6 به مکتب بروند، ولی حالا محدودیت تازه این فرصت ناچیز را نیز نابود کرده است. احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود در مقاله‌ای که در آژانس بین المللی ایندیپندنت نوشته و نشست دوحه درباره افغانستان که با محوریت سازمان ملل متحد برگزار شده پرداخته است. رئیس بنیاد شهید مسعود برگزاری نشست دوحه را مهم توصیف کرده و گفته است با آنکه نگاه جهان بیشتر معطوف به بحران‌های غزه و اوکراین است، ولی نباید بحران افغانستان که در نشست دوحه بحث می شود را از نظر دور انداخت. احمد ولی مسعود افزوده طالبان در 2.5 سال پسین جنایت های بیشماری را مرتکب شدند و کشور در فقدان حاکمیت قانون و دولت مشروع به سر می برد و جبهه مقاومت ملی افغانستان از دولت حمایت می کند که منتخب و مشروع باشد و همه اقوام و گروه ها فارغ از قید هر نوع تبعیض بتوانند خود را در آینه آن تماشا کنند. او تأکید کرده پابندی به این اصول به قیمت جان قهرمان ملی کشور و صدها چریک نامدار جبهه مقاومت ملی در گذشته و حال تمام شده است و بایستی در کانون توجه نشست دوحه قرار داشته باشد. اتحادیه فعالان حقوق بشر در پیمان به نشست دوحه در مورد افغانستان گفته است هر گونه تلاش جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی طالبان یا جرم زدایی از این گروه نزد شهروندان کشور واجد اعتبار نیست. این اتحادیه دیروز در یک حرکت اعتراضی در شهر کلگری کانادا گفتند طالبان تمام ارزش‌های انسانی و حقوق بشری را نقض کرده و آینده زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی در افغانستان را در معرض مخاطره قرار دادند. اتحادیه فعالان حقوق بشر همچنان هشدار دادند هر نوع فیصله در قبال آینده افغانستان که بدون در نظر گرفتن خاص جمعی مردم صورت بگیرد عامل گسترش منازعه و خشونت‌های خانمانسوز در کشور خواهد بود. سفارت بریتانیا برای افغانستان که اکنون از دوحه فعالیت می‌کند از برگزاری یک نشست مشترک با مقام‌های ژاپن برای حمایت از زنان و دختران افغانستان خبر داده است. این سفارت دیروز در صفحه اجتماعی ایکس خود نوشته که در این نشست درباره چگونگی حمایت از زنان افغانستان گفتگو شده است. سفارت بریتانیا برای افغانستان تأکید کرده است حقوق زنان و دختران قابل مذاکره نیست. منابع محلی از فاریاب در تماس با خبرگزاری مقاومت از قتل مرموز یک مرد در این ولایت خبر می‌دهند. این مرد عبدالجلیل نام داشت و باشنده اصلی منطقه هزار قلعه ولسوالی
پشتون کد بود. پیکرین مرد از روستای جمشیدی پایان از مربوطات ولسوالی پشتون کد پیدا شده است. به گفته منابع محلی، عبدالجلیل دو روز پیش ناپدید شده بود. مرد کشته شده کارگر بوده و با هیچ کسی خصومت شخصی نداشته است. منابع مردمی از نورستان در تماس با خبرگزاری مقاومت تایید میکنند که بر اثر رانش کوه در ولسوالی نورگرام این ولایت 25 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد آمار ابتدایی 15 خانه مسکونی بر اثر لغزش کوه به گونه کامل تخریب شده است. به گفته منابع این رویداد طبیعی صبح امروز به اثر ریزش باران در دره تطین ولسوالی نورگرام ولایت نورستان اتفاق افتاده است. در نشست دوحه میتونه این باشه که بر سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان تفهیم شد که طالبان در پی محل موزن افغانستان نبته در تلاش تداوم قدرت نامشروع خود از طریق ظلم، بربریت، تجاوز و حاکمیت ترس در میان مردم افغانستان هستند. از جهت دیگر روشن شد که زبان گفتگو و دیپلماسی برای طالبان یک اصطلاح ناآشنا و غیر قابل درک است. بنابراین پیشنهاد ما برای سازمان ملل متحد ای است که در نشست‌های بعدی خود، مخصوصاً در نشست آینده شورای امنیت در مورد مسئله افغانستان، موقف‌گیری صادقانه و واقع‌گرایانه داشته باشد. راه حل رجوع به مردم و نمایندگان بر حق مردم افغانستان است. راه حل انتقال قدرت به ملت و مردم و ایجاد نظام و حاکمیت از طریق اراده مردمی است. حداقل برای آینده نشست دوحه میتونه این باشه که بر سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان تفهیم شد که طالبان در پی محل موزن افغانستان نبته در تلاش